دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا به خاطر اظهاراتش علیه خانواده خزرخان که فرزندشان حدود 12 سال پیش در جنگ عراق کشته شد با موجی از انتقادها روبرو شده. هم از سوی هیلری کلینتون و تیم کینگ زوج انتخاباتی دموکرات‌ها و رقیب او و هم از سوی رهبران جمهوری خواه که هم حزبی های او هستند. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. تیم کین زوج انتخاباتی خانم کلینتون برای معاونت ریاست جمهوری ضمن رد اظهارات آقای ترامپ درباره خانواده خضر گفت برخورد متفاوت آقای ترامپ با اقلیت‌ها، اقوام و پیروان ادیان گوناگون پشت کردن به ارزش‌هایی است که آمریکا پرچم‌دار آن در جهان است. دونالد ترامپ میگوید باید با مردم رفتارهای متفاوتی داشته باشیم. برخی را از این کشور بیرون نگاه داریم، آزمون‌هایی برای مسلمانان بگذاریم. این پیشنهادها نادیده گرفتن ارزش‌های بنیادین در این کشور است. خانم کلینتون هم پیشتر در جریان سفر سه روزه انتخاباتیش به ایالت کلیدی اوهایو گفت چگونه آقای ترامپ می‌تواند درباره مادر سربازی تراز اول این گونه صحبت کند. خانم کلینتون همچنین در تجمعی انتخاباتی در همین ایالت تمامی تبلیغات و پیام‌های آقای ترامپ را نوعی عوام فریبی بدبینانه و تاریک اندیشانه خواند. من وقایع دو هفته گذشته را دیدم. عوام فریبی که از سوی ترامپ و جمهوری خواهان تبلیغ می شود منفی، بدبینانه و تاریک اندیشی است. خزرخان آقای ترامپ را روح خبیثی خوانده که فاقد صلاحیت اخلاقی برای مقام ریاست جمهوری است. همسرش خانم غزاله نیز در واکنش به اظهارات آقای ترامپ که میگوید فداکاری‌های بسیاری کرده است گفت او معنی واژه فداکاری را نمی‌داند. آقای ترامپ سکوت خانم غزاله در کنوانسیون را که هنگام سخنرانی همسرش در کنار او ایستاده بود گواهی بر فرهنگ و باور اسلامی دانست که به زنان اجازه صحبت نمی‌دهد. خانم غزاله در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد نوشت با ورود به جایگاه سخنرانی به همراه همسرش در کنوانسیون و با مشاهده عکس بزرگی که از پسرش در پشت جایگاه نصب شده بود نمی‌توانست احساساتش را کنترل کند و تصمیم به سکوت گرفت. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.